این بخش برنامه محمد خاکساری با ما همراه میشن، فعال جنبش معلمان. سلام میکنم به شما، امیدوارم صدای من رو داشته باشید. خیلی خوش آمدید به این برنامه پخش زنده. سلام خدمت جنابالی و بینندگان کانال جدید. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید محمد خاکساری، خوش آمدید به این برنامه. قبل از اینکه در رابطه با نقش معلمان صحبت بکنیم که بخش بعدی صحبت ما خواهد بود، اما در این مدت، در این مدت انقلاب، اقدامات بسیار زیادی صورت گرفته، هر کدوم یه تغییری در واقع رو به جلو بوده، اما به طور مشخص میخوام از نظر در واقع اجتماعی و سیاسی از شما بپرسم، فراخوانی که برای 3 روز مشخص 14 و 15 و 16 آذر داده شده برای اعتصابات سراسری و اعتصابات عمومی، چه اهمیتی داره؟ عرضم بکنم به شما، ما همطور که میدونید ما در 3 ماه انقلاب زن، زندگی، آزادی به سر میبریم. میدونید در این مدت حدود 500 نفر از آزادی خواهان به شهادت رسیدن و 60 تا کودک هم کشته شدن. در این مدت فراخوانه های زیادی از جناب اقشار مختلف داده شده و انجام حرکت های انقلابی هم صادر شده. ما به خصوص در این 16 آذر که روز جنبش آزاد خواهی دانشجوان هست، 2 فراخوان معلما دادن. یه فراخوان از طرف اعضای سابق شورای هماهنگی تشکل‌های سنی فرهنگیان است که در 10 آذر منتشر شد، که در آن بیانیه خواسته شده از معلمان که 14 و 15 و 16 آذر 1401 دعوت شد که اعتصاب کنم، و همچنین از خانواده ها خواسته شده که دانش آموزا رو به مدرسه نفرستن و همراهی با اعتصاب معلمان انجام بدن. فراخوان دومی که داده شد از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در تاریخ 12 آذر 1401 بوده، که در اون معانی با همراهی شده با اعتراضات روزهای 14 و 15 و 16 آذر هم، و از معلمان خواسته شده که با فراخوان ها همراهی کنن و معلمان در کنار دانش آموزا و دانشجویان قرار بگیرن و از اونا حمایت کنن. بله، عرضم خدمت عزیزان رو بودن، اطلاع دارید در جنبش های کارگری به خصوص در سایر کشورها و جنبش های مختلف، ما دیدیم مؤثرترین، اثرگذارترین و کارآمدترین و از نظر هزینه کمترین هزینه جسمی رو میتونیم از طریق اعتصابات انجام بشه. اگر این اعتصابات شکل بگیره، شما شک نکنید که کمر این حکومت بشکنه. اگر و این نیاز داره یه مقدار به همراهی، و عرضم بخواهدت که ما صحبتی هم با یک از دوستان داشتیم در صندوق اعتصابات هستش، جا داره که جانباختگان راه آزادی که از خودشون گذشتن و بچه هاشون و حتی فرزندان خودشون در راه آزادی دادن، معلمان و سایر اقشار از این 3 درآمد خودشون بگذرن. ما نگاه میکنیم که من تجربه هم خدمتون عرض کنم، کردستان که اعتصاب کرد که مجموعه بسیار گسترده بود، اینا هیچ کار نتونستن بکنن، فقط 2-3 نفر از همکاران رو تقریباً از سقز و از این 7-8 نفر رو حقوقشون رو کسب کردن. اگر اعتصابات به صورت گسترده انجام بشه و حق و حقوق اصلا اساسی در قوانین کارگری، حالا من نمیدونم در قوانین داخل ایران اطلاع ندارم، در اکثر قانونهای کار و از آیلو حق اعتصابات آموزش بین الملل که ما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی عضوش هست، حق اعتصاب رو گفته انجام بدید. اگر ما
شورای هماهنگ عضو این هست، پس بنابراین باید از مفاد آموزش بین الملل هم همراهی کنیم. بعض و یه تجربه در خدمت عزیزان عرض کنم، چند دقیقه من صحبت عرض کنم و خدمت خانم دانشورم خیر مقدم میگم که محبت دارنشون و بسیار هم کارهای مفید انجام میدادم. نگاه کنید ما در اسفند ماه ها، نگاه کنید اسفند هر ساله که نزدیک عید بود، ما مدیران فشار می آوردن که آقا شما تا 29 بیایید، ولی می آوردید تا 25 دانش آموز نبود، مدرسه عملا تعطیل. یعنی این یک تجربه است که دانش آموز رو اگر خانواده مدرسه نفرستن عملا مدرسه تعطیله. و اینجا من درخواست میکنم دوستان و همکاران، این واقعا به خون این شهدا احترام بذارید، اگرم بخوان که نمی کنن 3 روز حقوق شما رو هم کم کنن، ولی کمک بزرگی به کف خیابون کردید. خیلی ممنون. من وقت رو به خانم دانشور میدم که عزیز بزرگوار که در این برنامه اعتصابات تجربه بسیار گرانسنگ دارن و ایشون خودشون میتونن توضیح بیشتر بدن. خیلی متشکرم از شما محمد خاکساری که همراه ما بودید در این برنامه پخش زنده. فراخوان شما رو شنیدیم رو به خانواده ها برای اینکه دانش آموزان رو به مدرسه ها نفرستن، بسیار کوتاه در حد 1 دقیقه اگر پیامی به طور مشخص رو به معلمان دارید، از شما میخوایم که پیامتون رو رو به معلمان که میتونن نقش مهمی در این انقلاب داشته باشند بفرمایید. من اینجا از طرف کسی که 30 سال تجربه آموزشی داشته و 20 سال هم آموزش در فعالیت سنی بوده، همکاران عزیز، طبق تجربه ای که ما در شورای هماهنگی داشتیم بیشترین تأثیر رو اعتصاب باشه. چرا؟ چگونه؟ چطور؟ چون هر وقت که ما اعتصاب میکردیم بیشترین فشار رو حکومت میدون، یعنی حکومت از این ناحیه ضربه پذیره، یعنی موقعی که تجمع میکردیم اینقدر سختگیری نمیکرد، ولی هر وقت اومدیم روز کارگر رو گفتیم و تجمعات و اعلام اعتصاب کردیم سخت داریم. اینه که آقای دوستان محترم، اینجا همه اقشار جامعه دارن فداکاری میکنن، تو معلم هم باید در اینجا جا داره، دانش آموز تو از تو جلو افتاده، اعلام میکنی که معلم اعتصاب و واقعا تو که معلمش هستی نباید از اون عقب باشی. امیدوارم که دوستان و همکاران این پخش کنم و این آگاهی رسانی و از 1 نفر به 3 نفر دوست بگه اعتصاب و هر مدرسه هم به اعتصاب رو کاری. ممنونم از شما. آره سپاسگزارم. در قبلا اعتصابات میکردیم مدرسه ما که اعتصاب بود زنگ میزدیم مدرسه بغلی بود شما اعتصابی؟ اگر نبودم میگه ما اعتصابی، اونا هم مینشستن. همینطور شما تلفن بزنید شما اعتصابی، همه جای اعتصاب میشه دیگه. خیلی ممنون. خیلی متشکرم از شما محمد خاکساری، فعال جنبش معلمان که همراه ما بودید در این برنامه پخش زنده.